دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستین سالم و سلامت و لبتون خندون باشه. اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی ویکتوریا 3 با مغال امپایر، یا همون از اون اسمای جینگولی مسونی که خودتون میگید. به هر حال امیدوارم که از این پارتو خوشتون بیاد و مثل همیشه لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. همونطور که مستحضر هستین، هم تولیداتمون رو داریم، هم اقتصادمون مثبته. چیکار کردیم؟ گذاشتیم بازی بره جلو و خوشبختانه مالیات ما باز شد. ما تا خرتناق تا دسته از مردم گل جیگرمون مالیات داریم میگیریم. اینجا هم این قسمت در واقع مالیات گرفتن از محصولاتمون هم باز شد. از اینجا هم تا دسته از مردم عزیز و تنپنورمون، آره دیگه، داریم مالیات میگیریم. به هر حال این مالیات ها هم همه رو کم کردیم. متاسفانه همچنان 380 که اینجا داره تو پاچمون میره. واقعا 380 که داره تو پاچمون میره این مالیات و اینا، اگه ما اینا رو بگیریم واقعا شرایط ما خیلی اوکی میشه. ببینید اقتصاد ما که اوکی بشه، شرایط ما که خوب باشه، بعد از اون میتونیم در تراش بالا همه کاری انجام بدیم. همونطور که مستحضر هستیم، در حال حاضر داریم جاده رو میسازیم، جاده رو ساختیم. من خیلی بوروکراسی ساختم دیگه، توانایی چرا داریم؟ بازم داریم یه بچه بوروکراسی داریم اینجا، من دارم میبینم. یه چند تا بوروکراسی هم اینجا بسازیم، فقط همین 8 تا، یعنی تو همه مناطق من بوروکراسی رو ساختیم و الان هم داریم مدرسه سازی رو شروع میکنیم. بعد از مدرسه ها همونطور که مشاهده میکنین، مدرسه ها رو در تمام استان ها ساختم که سطح دانشمون بیاد بالاتر، دسترسی به دانش بیاد بالا. بعد از اون هم دانشگاه ها رو ساختیم که در تیراژ بالا مردم ما دانش پژوه و روشن فکر بشن. من اینو میخوام ازتون، آفرین. حالا بشاید بگید برنامه برای جنگ چیه؟ فعلا بچه ها صبر بکنید، هیچ پلنی برای جنگ نداریم. اقتصاد من اوکی بشه، بعد از اون آقا رنده دشمنا رو میزنیم. آقا این اینو از من داشته باشید. ما الان امپراتوریمون به چنان عظمت و قدرتی رسیده که اصلا نگم براتون. الان ما با امپراتوری عثمانی در واقع تجارت داریم، با اینکه زدیم صدای سگ داده بنده خدا، ولی خب یه تجارت برگزار کردیم. فعلا قصدی ندارم به این مناطق شرقی حمله بکنم، چون احتمال اینکه در واقع چین، راشا و اتریش در واقع وارد جنگ بشن هست. ولی خب خدا رو شکر همونطور که مشاهده میکنین اینجا دیگه سطح چیزمون اومده پایین، احتمال خیلی زیاد بتونیم حمله بکنیم. نمیدانم، واقعا اطلاعی ندارم، ولی ما این ریسکو نمیکنیم. بذارید من ارتشم به حالت دیفالت قبلیش برگردونم. آهان، این خوبه، اینو دوست دارم. ولی یکم اقتصادمون منفی تر میشه، ولی خوبه 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 خوبه، آفرین. خب الان ببینید ما ریسرچ های اینجا رو کامل انجام دادیم، ما بقیش رو بخوایم انجام بدیم 8 سال طول میکشه. چه خبرتونه؟ چه خبرمونه؟ پس به هر حال بیخیال فعلا تجهیزات نظامی و اینا بشیم، بیایم این ادمینیسترا رو باز بکنیم که بتونیم یه لول دیگه در واقع تو دهلی و مابقیه جاها بزنیم. ملت اصلا به ما مالیات نمیدن عوضی ها، ولی خب این کبلی باز شون. خوبه خوبه خوبه، اینم بزنیم، دمیج در واقع براکسامون خودش بیاد بالاتر. میگم شرایطمون خیلی خیلی خدا رو شکر خیلی خوب شد. بیم اینجا در تراژ بالا من در واقع باراکسا رو بسازم، حداقل بتونیم نیروهای زیادی داشته باشیم. شورش داریم، شورش داریم، احتمال خیلی زیادم تو آلاسکا و اینا باشه. دقیقاً بچه ما اینجا داریم کلونی سازی میکنیم دیگه، خیلی قوی و قوی تر شدیم دیگه، زدیم تو کار آمریکا. نه شوخی میکنم، واقعا دیگه مناطقی اینجا نبود دیگه، هرچی مناطق هست این وسط هاست. اوکی پس اینجا رو هم گرفتیم، مناطق جنوبی رو هم گرفتیم، حالا دیگه هیچ جای دیگه برامون نمونده. ای بابا دو سه هفته دیگه تحمل بکنید ما رنده دشمنا رو میزنیم. به نظر من بیایم یه ریسک بکنیم و یه اعلان جنگ به اینا بدیم. ببین به اینا که اگه اعلان جنگ بدیم، امپراتوری در واقع گریت کینگ یا به قول بچه ها چینگ وارد جنگ میشه. نمیدونم واقعا چی کار بکنیم، احتمالش هست وارد جنگ میشه، ولی احتمالش هم هست وارد جنگ نشه. خب من این ریسک رو میکنم. هولی شیت، با هلند هم وارد جنگ میشیم. بذار ببینم ما اینجا چیا داریم. Liberate country، چقدر country داریم اینجا بخوایم آزادش بکنیم. بیاید آقا این زمین های اینا رو من بگیرم. میدونم تنش میره بالا و احتمال این که ما رنده بشیم هست. یکی میخواد با ما وارد جنگ بشه 100% من اوه خاک عالم
من میخواستم چینی ها رو بیارم تو جنگ. اشکال نداره، بذار بچه من نیروهای مردمی رو اکتیو بکنم، یه جنگ تمام عیار حداقل داشته باشیم با این چینی ها، بتونیم در برابر چین دفاع بکنیم، چین هم نیروهاشو کلن پرت بکنه بره گمشونور، جنگ رو پیروز خواهیم شد. واقعا این هلندی ها چیزی ندارن، یه جنگ تمام عیار گنده رو اجرا بکنیم. خب این هم از این. دوباره مناطق تو ببینم، من این مجموع الجزایری که اینا از ما گرفتن رو همه رو پس بگیریم. ایست جوا، گوچ ایست، نمیدونم فلان جا. خب بیایم که نیروهامون رو داشته باشیم. چقدر دیویژن دارن؟ شما 13 تا فعلا بیایید اینجا. این از این. شما 13 تا بیایید اینجا، از جنوب شما پیشروی بکنید. نیروی اصلیمون، تارگت اصلیمون اینجا باشه. بعد از اونم این مناطق رو در واقع بچه جنرالامون رو بیاریم. الان بچه ها میگن دوباره گفت بچه، اشکال نداره. بچه جنرال ها رو، یعنی جنرال های کوچکمون رو در واقع بیاریم اینجاها. ایول، اقتصادمون همچنان مثبته. بذارید من نیروهای مردمی رو قشنگ خفن‌ترین نیروها رو بذارم، اینجوری اقتصادمون یک کوچولو منفی میشه، ولی خب اشکال نداره. فعلا وضعیت چجوریه؟ فعلا با دوچیس ایندیا ما وارد جنگیم. آهان، بازم من نیرو دارم. بودو پسر، بودو پسر بیا اینجا. امیدوارم چین وارد جنگ نشه. میگم شرایطمون خیلی خوبه، خدا رو شکر هیچ کس وارد جنگ نمیشه، با اینکه این همه دیسلایک این طرف وجود داره. این خبر خیلی خوبیه، یعنی که بار دیگر ما میتونیم فتوحات داشته باشیم بعد از این همه سال. این هم از جنگ. باریکلا، دوچیس ایندیا رو کامل ما اینجا داریم رنده میکنیم. بنازم بچه ها، ماشالله برو جلو. ایول، زیاد کار سختی رو نداریم، همونطور که مشاهده کردیم رنده شون رو زدیم. شما ها بیاید اینجا لند کنید. یه 17 تا دیویژن دادیم رفت اونور. ای بابا، شما بیاید اینجا. بودو بودو، پاپت های اینجا خدا رو شد گاهی اوقات به درد میخوره، گاهی اوقات به درد میخوره. اینم از این. حالا من نمیدونم اینجا هلند و اصلی رو باید لند بکنیم نکنیم، چیکار باید بکنیم، واقعا اطلاعی ندارم، ولی سریعتر اینجا رو بگیریم. کلی جنرال اومد اینجا، یا ابوالفضل بزن صدا سگ بده. خوبه، با اینکه نیروهای ما دارن با همچنان با نیزه و تیرکمون و این داستانا میجنگن و نصف دنیا با توپ و اینا دارن میجنگن، وضعیتمون خوبه، خدا رو شکر وضعیتمون خوبه. شغلی نکنیم، قر نزنیم، امپراتوریمونو بزرگ و بزرگترش بکنیم. باریکلا، اینجا دارن پیشروی میکنن، بزنش. آهان، باریکلا باریکلا، ما اون مناطقی که در واقع نیاز داشتیم از دوچیس ایندی. او خیلی اوضاعشون خیته، بی اینا رو بزنیم ببینیم قبول میکنن نمیکنن، شرایط ما چجوری میشه. وار ساپورتشون که کلن نابود شد، اشکال نداره، ولی اونا قبول میکنن جنگ رو. اینا 85% وار سپورت قبول کن دیگه. آهان، اینم از این. بنازم بنازم، اینم از یکی از فتوات دیگر ما. با اینکه خیلی شانس آوردیم و به ما حمله نکردن، ولی خب با این حال اوکی. خب جادامون رو یه لول میتونیم آپگرید بکنیم. به نظر من این قسمت یونیون رو بزنیم، خودش به صورت دستی خیلی طول میکشه این کار رو انجام بده. و اینکه بیاید بچه ها یکم کانسترکشن بسازیم. آره، بیاید تو مناطق جدید کانسترکشن های جدید رو بسازیم، تولیداتمون در تیراژ بالا بیاد بالاتر. آهان، ایول، اینجوری بتونیم خیلی راحت تولیداتمون رو بیاریم بالاتر. بودو پسر، ماشالله. دانشگاه هم داریم میسازیم، خدا رو شکر همچنان 80 جهانیم و از این بابت خب داریم دانشگاه رو میسازیم دیگه. تا سطح دانش بیاد بالا خیلی طول میکشه، ولی خب اوکیه. همونطور که مشخص شد یه سری مناطق رو در واقع اینجا گرفتیم، اجازه ندیدیم که اونا در واقع حرکتی بزنن روش. اینجا چیکار کردی شما کانادا رو؟ آخرش اینجا زدید نفوذ. بیا بابا این طرفو بزن عوضی روسای نامرد. آها فکرم روسان، اشکال نداره، خودمون بودیم، اشکال نداره اشکال نداره، خودمون بودیم. بیاید اینجا دوباره نفوذ بکنیم، در واقع مناطق عظیمی از در واقع آمریکا رو بگیریم و رنده جهانیان رو بزنیم. من یکم حس قدرت کردم، میدونین؟ من نمیدونم با فرانسه وارد جنگ بشیم یا چی.
خیلی احساس قدرت کردم. ریسک بکنم وارد جنگ با فرانسه بشیم، این مناطق رو در واقع آزاد بکنیم، تبدیل به هند بشیم. اینو نمیدونم. بازم ببینید فرانسه اینجا میاد، پرتغال میاد. اگه به اینا هم حمله بکنیم بازم فرانسه میاد، پرتغال هم میاد. آها شورش داریم. شورش های آمریکا رو داریم. هیچ اشکال نداره. بودو پسر. بودو نیروی پشتیبان بفرست اینجا. خیلی راحت بچه‌ها برن جلو. زیاد استرس ندیم به بچه‌ها. دانشگاهمون رو همونطور که مشاهده میکنید در تراژ بالا داره ساخته میشه. ایول اقتصادمون هم فوق‌العاده عالیه. 275K داریم مالیات میگیریم از ملت. جمعیت زیاد یعنی پول زیاد. خوبیش همینه. نکته که وجود داره این پاپتامون زیاد به ما پول نمیدن، فدای سرمون. ولی اقتصادمون همونطور که مشاهده میکنید اینجا زده دیگه. 377K به ما پول نمیدن. خیلی زیاده ها، خیلی خیلی زیاده. 375K زیاده. میدونی همین الانش من میتونم با اون 375K 400 تا حرکت بزنم. خب قوانین ما همچنان قوانین نداریم. ما میتونیم کاملا گیاهی و در واقع تضمینی شده در واقع قانون بردهداری رو کلا بند بکنیم و برش داریم به خونه خودشون. فعلا این کارو نکنیم چون حکومتمون بسته به بردهداریه. آره اینم از این. بیم اون مناطق جدید رو که در واقع گرفتیم و بذار من یه دونه کانسترکشن هم اینجا بسازم. ایول یه دونه کانسترکشن دیگه هم بسازیم و دانشگاه هم داره در تراژ بالا ساخته میشه. همچنان 80 جهانی. بابا اینجوری عمودی داره دانش میاد بالا دیگه. عوض بازی در نگیرید. اوف جاده باید بسازیم. در تیراژ بالا هم باید جاده بسازیم. بذار من اینجا رو مناطق دستی بزنم. مناطق زیاد داشته باشید واقعا بعدش هم همینه. به خاطر همین میگم پاپت کردن خیلی مغروم به صرفه است. خودشون سرمایه گذاری بکنن تو خودشون. اینجوری ما ببینید باید کل دنیا سرمایه گذاری کنیم. بودو 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 بودو. بیامون در واقع شهرهای جدید، کشورهای جدید هم که گرفتیم در واقع آبادانی توشون ایجاد کنیم. بودو پسر بودو 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 بودو. خیلی زمین داریم، خیلی امپراتوریمون بزرگه. الان درکشون میکنم اونا چجوری اینا رو کنترل میکردن. اصلا نمیشد کنترل کرد. اینم از این. بیم این قانون کلونوزی کلونیالیزم بزنیم که در واقع یک درجه دیگه با سرعت بالاتر در واقع ما بتونیم کلونی سازی بکنیم. سطح رفاه ما 6.9 شد. خیلی اومد پایین، خیلی خیلی اومد پایین. ولی به نظر من جنگ با اینا رو داشته باشیم. نظر من که خیلی مثبته. اینم از این. جنگمون رو تموم بکنیم با این عوضی ها. در هر صورت فرانسه وارد جنگ خواهد شد جز این قسمت. اگه بتونیم اینا رو شکست بدیم، خودشون چقدر نیرو دارن؟ 3 تا 60 تا نیروهای مردمی هن. نمیدونم بچه ها ریسک بکنیم حمله بکنیم یا نه. من دوباره نمیخوام در موقع اون شکست فضاحت بار و بدبختی که خوردیم دوباره داشته باشیم. این قسمت هم بزنیم که واردات داشته باشیم. تریت سنترمون. وای من این فیلوسیفا رو هم عد بکنم چقدر خفن میشیم ما. بیا بیا اینا رو بزن. مالیات زیادی رو از مردم بگیریم. اینا هزینه های اصلا ببینید نمیتونیم اصلا نمیتونیم ببینیم اونقدر زیاده. این هم در واقع هزینه ها رو خیلی در واقع استاندارد آف لیوینگمون رو میاره پایین. استاندارد آف لیوینگ. به این سلاح ها رو هم بزنیم ساخته بشه. این هم از شیپ. این هم از فرنیچر. عالی عالی. سطح دانشمون داره همینطور آروم آروم میاد بالا و بالاتر. دانشگاه داره ساخته میشه. به نظر من این ریسک رو بکنیم. زندگی به ریسک بس هست. بیاید آقا من این ریسک رو میکنم. اینا رو بزنیم پاپت بکنیم. من نیروهای مردمی رو اکتیو بکنم. امیدوارم چین و اینا وارد جنگ نشن. امیدوارم. بودو 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 بودو. من تمام نیروهای مردمی رو اکتیو بکنم چون اگه قرار شد رندمون رو فرانسه بزنه حداقل یه دفاع کوچولو داشته باشیم. مثل در واقع پلن قبلی نشه که رندمون رو بزنن. بودو 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 بودو. هان اینم از این. شماها همه بیاید اینجا. بودو بودو
رابطمون یکم با چینیا بد شد، درست میگم؟ اهمیت نمیدیم، واقعا اهمیت نمیدیم، تنها چیزی که اصلا جزء واجبات نیست. آهان عوضش اینا رو اوورد تو جنگ. خوبه خوبه خوبه، بودو 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 بودو. شما همه بیایید اینجا مثل بچه گل. آقای نواب به تمام نیروهامون رو در واقع قرار بدیم تو مرزای اینا. بودو پسر بزنیم. جنرالی کسی داریم؟ بله که داریم. رابطمون با کشورها هم تو که مشاهده میکنیم داره بد و بدتر میشه. فدای سرمون همین که هست. شیرکاور، شیرکاور هم اینجا داریم. خوبه، همونطور که میبینین کشورها دارن اعلام رقیب بودن و اینجور چرت و پرت با ما میکنن. فدای سرمون، هر غلطی خواستید بکنید، ما به مسیر خودمون ادامه خواهیم داد و نمی هراسیم از شما کثیف ها. خب شما بیاید اینجا 11 تا دیویژن بیاید این طرف، پرتغال سمتشونه. این خیلی خوب شد بچه ها، این دیگه نمیتونه کشورهای دیگر رو در واقع وارد جنگ بکنه. پس من عملا تمام این کشورهایی که اینجا هستن رو میزنم پاپت بکنیم. فرانسه ما رو تحریم کرد، بیا برو گم میشه بابا. اینجا وضعیتمون خیلی خوب شد، ایول. قسمتامون مثبته، اینجا هم سربازامون همشون حداقل تو بروزترین تکنولوژی های روز خودمونن. خودمون آره، این فورتون هم آبگرید بکنیم. جنگ ما شروع شد. یا اول فرض اینجا چرا منفی خوردیم؟ ولی بچه ها دارن میرن جلو. اینجا پرتغالی ها با توپ اومدن جلومون، سربازای ما رو دارن رنده میکنن عوضی ها، ولی بچه ها میرن جلو. نمیهراسیم، نمیهراسیم، با قدرت میریم جلو. شما بیاید این طرف، بودو پسر بودو بی اینجا. این پرتغالی ها واسه ما شاخ نشن. آهان بنازم بابا، چقدر نیروهاشون قوی هن، خدایی ببینید. تاکتیک همون هم که یکیه، نمیدانم. فعلا داریم میریم جلو، این خوبه. شما ها 12 تاتون بیاید این طرف، بچه های نفوذ مشتی رو داشته باشن، از چندین جناح مختلف دارن میان جلو، این خوبه. وضعیت جنگیمون فوق‌العاده شد، ایول. بالاخره ببینید بعد از سالیان سال ما میتونیم هند رو تشکیل بدیم. نمیدونم هند رو تشکیل بدیم یا ندیم. اوه اوه اوه، اینجا چه اوضاع خیته. شما بیا اینجا، بیا اینجا، اوضاعمون خیته، خیلی هم خیته. ولی نیروی پرتغالی هم زیاد کار سختی رو ولشون کن، ولش کن همشون اینجان. آره پسر، آره کلا. با تمام قوا داریم میریم جلو. پرستیژ ما در واقع مشروعیت ما داره میاد پایین. مشروعیت ما یک شد، یعنی ببینم از مشروعیتمون رو برگردونیم دوره به اون حالت قبلی خودش. ماشاءالله، به این میگن قدرت، به این میگن عظمت. چیه شیلا، شوکت و عظمت ندیدی؟ میگه نه ندیدم. خب تو به اینجا، بودو پسر، بودو 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 بودو، نیروهای پختقالی اومدن، سیرکل نشید. وضعیت جنگ به چه صورته؟ فعلا خدا رو شکر یه سری مناطق عالی داریم میریم جلو تا نیروهای پشتیبانی هم در واقع برسن. آقا یکی اینو جلو اینا رو بگیره، یه جلو این عوضی رو بگیر، شاخ بازی در آورده. بودو 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 بودو، آهان زنید بابا دیگه نیروهاشونو. چقدر جنگمون چریکی و کثیف شد. بی اینجا، بی اینجا، بی اینجا، بودو 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 بودو. ما هم باید کثیف بازی کنم. آهان پرتغال تسلیم شد، دیگه جنگ تمومه. واقعا پرتغال خیلی نیروهاش سنگین و سگ و خفن بودن، ولی اشکال نداره. بودو بودو قبول میکنید؟ قبول کنید دیگه. من نمیدونم چرا اینا اینجوری. آهان یکی دیگه شون تسلیم شد، یکی دیگه شون باید دوباره تسلیم تر بشه. آهان بودو فقط تو موندی عوضی. اینم خیلی راحت و جینگولی بستون گرفتیمش. وارسپورت ما هم داره میاد پایین، یه چراغ سبزیست برای ما. بول بوک شده. اینم از این، ایول. ما این مناطق رو گرفتیم، ولی خب باید فکر کنم زمینه خاک خودمون باشه تا بتونیم هند رو در واقع بیاریم. مغول هز ریسرچ پان ناسیونالیست، یعنی چی؟ بیایم تو قسمت این پان ناسیونالیست کجاست دیگه؟ ما همچین چیزی رو نداشتیم. پان ناسیونالیست، پان ناسیونالیست، همچنان پان ناسیونالیست. یا من نمیبینم یا نیست. احساس میکنم خیلی پایینه. با
بانکینگ ناسیونالیست رو داریم ظاهرا، نکنه باید تا اینجا بیاریم تازه هند رو آزاد بکنیم. بلش کن، اهمیتی نمیدیم، مهم اینه که اقتصادمون مثبت، اونم در تیروژ به شدت بالا. ایول بچه ما خیلی با این پیروزی بزرگ و عظیمی که در واقع کسب کردیم خیلی اوضاعمون خفن شد، شد باورتون نشه، خیلی خیلی هم خفن شدیم. ولی من میترسم اینو بزنم رشد جمعیت 1% افزایش پیدا بکنه، ولی همینجورش هم ملت رو سرمون خرابن. اشکال نداره، بیایم یکم رو اقتصاد و تولیدات داخلیمون کار بکنیم. و اینجا چیا داریم؟ یکوش از این کانستراکشن سکتور رو میتونستیم بیشتر بسازیم. چقدر مالیات نمیدید؟ عوضی ها 365 که این مالیات نمیدن. ای بابا ای بابا، بیا بیا بیا، من خسته شدم انقدر از این ادمینیستر رو ساختم فدای سرمون. ولی مغول امپایرمون خیلی گنده شد، حتی من احساس شاخبازی هم میخوام در بیارم بریم سراغ چین، چین رو رنده بکنیم. این که الان اقتصادمون مثبت فوق‌العاده است، الان عالی شد، در خفن‌ترین حالت زندگیمون داریم به سر میبریم. ولی به نظر من، نظر مثبت من اینه که بیایم یه تمرکز ویژه‌ای سمت غرب داشته باشیم یا سمت اینها. من نمیدونم، اگه با چین وارد جنگ بشیم میتونیم بزنیم، خیلی نیرو داره. ببین ما نیروهای مردمی زیاد داریم، ولی اونا نیروهای باروکس و اینا دارن عوضی ها. بیاید بابا همینجا همین تولیداتتون رو داشته باشید دیگه. خبر خوب و مسرت بخش اینه که 11.2 میلیون نفر عاشق ما هن، میخوان سر به تنمون نباشه. اینو باید فیکسش بکنیم، حداقل بتونیم یه جورایی مالیاتو کمتر بکنیم، این عدد بیاد پایین‌تر. ما که حالا فعلا اقتصادمون مثبته، نیازی بهش نداریم. از این گورنمنت ها بسازیم و بعد از اونم در تراژ بالا ما بقیه چیزا. ایول ایول، اقتصادمون هم داره مثبت میشه. بنازم به شدت ملت مالیات نمیدن و 234 کی شد این عدد. هرچند که مالیات بیشتر بشه، خب به مراتب هم این عدد بیشتر میشه دیگه. بچه پایتخت اصلی ما همین دهلی، اصلا مالیات به ما نمیدن عوضی های آشغال. خدایا آیا قانونی هست؟ بابا به اینو بزن لیول 3ش بکنیم. این که نه، اینو لیول 3 بکنیم، ملت یه مالیات توپول به ما بدن. اینجوری من نمیتونم. این کاغذ میگیره، بذار بزنیم. ایول اقتصادمونم مثبت شد، بذار اینو بزنیم. چیا میدن؟ سرویسمونو میاره بالا، خوبه. سرویس بالا مساویس با خیلی چیزای خوبه دیگه. سطح رفاه مردم 7.7. دورتون بگردم عزیزای من، چی نیاز دارید؟ لاکچری فرنیچر؟ بابا شاخ نشید دیگه واسه من. لاکچری فرنیچر، لاکچری کلوز، تی میخواد؟ تی از کجا بیارم بابا؟ خودمون هیچی نمیتونیم بسازیم. ای بابا ای بابا، اقتصادمون فوق‌العاده مثبته. این یعنی که خودش اتوماتیک میتونه یه چند تا از تولیداتو به صورت کاملا پیش‌فرض در واقع بسازه. این طرف هم همونطور که مشاهده می‌کنی از 11 سال شد 4 سال. این هم داریم تلاشمونو میکنیم دیگه، دانشگاه رو ساختیم، سریع‌تر بتونیم ریسرچ رو انجام بدیم. خوبه. اوف خیلی اوزاخیته، خیلی اوزاخیته. تا اینجای کار تکنولوژی عقبیم، خیلی از لحاظ تکنولوژی عقبیم. بیایم تولیدات اینجا رو کاملش بکنیم، واقعا اینجوری نمیشه. بیایم حداقل چای سازی اینا رو بسازیم. تنباکو، تریاک هم میتونیم بسازیم. تنباکو و تریاک رکن اصلی اقتصاد ما باید باشه، بدون اونا ما هیچیم. اینا چیه؟ میگه آقا این وارداتت کنسل کن. چشم، بیایم یکم واردات داشته باشیم. آهان ایول، بالاخره میتونیم لباسمونو 1 درجه دیگه آپگرید کنیم. بودو پسر ماشالله، بچه ها منتظرن رنده دشمن ها رو بزنیم. حتی رنده خودمون زده نشه، خودمون هم هیچ ایرادی برامون. خب تحریم ها شروع شد. آقا من بلند نشم دوباره بشیرم، حواستون رو جمع بکنید. این از امپراتوری ما، واقعا امپراتوری خفنی داریم. فعلا هم نمیتونیم بریم سمت غرب. آمریکا رو داریم کلونی سازی میکنیم، این طرف منطقه آلاسکا هم خوبه داریم میگیریم. همین الان من داشتم میگفتم داریم اینجا کلونی سازی میکنیم و فرصت طلبای کثیف.
دو تا دیویژن بفرستیم اون طرف بتونه دفاع بکنه. پرسیژ ما به شدت داره میاد بالا، خبر خوبیه. فقط نکته که وجود داره از لحاظ تولیدات، بیایم سراغ مارکت. از لحاظ گندم تولیدات دومیم، ولی خب گندمی اصلا ما نمیسازیم. بعدی کار همینه. ورکشاپ داریم؟ ورکشاپ هم نداریم؟ عجب، هیچی نداریم ما. چجوری زندگیم؟ چجوری زندگی میکنیم؟ به یکم لباس بسازیم، اقتصادمون رو خفنتر بکنیم. در تراژ بالا همون که مشاهده میکنیم داریم کاغذ میسازیم، جاده میسازیم، دوباره دانشگاه، مدرسه، زغال سنگ، چوب سازی و ما بقیه چیزایی که نیاز داریم. اون طرف هم دیگه کاملا میریم سراغ میلیتاری و این داستانا. آره کلا برید جلو. رادیکالیستمون یه کوچولو اومد پایین، ما مالیات آوردیم حد وسط و لویالتیمون اومده بالا. مردم قبولمون دارن. مشروعیت گاندانالوا. اسم بچه چیه؟ پرنس چندنالوا. چندنالوا دیگه به نوبه خودش اسمای هندی هم جالبه دیگه. ولی کاش ما اینو میتونستیم بزنیم. خیلی طول میکشه این. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ واقعا اینجا کجاست؟ بمبئی، بومبای. این حالا سه چهار تا مناطق هم گفته باید بگیریم، ولی برای این که بخوایم اینجا رو داشته باشیم گفته پان ناسیونالیست رو باید بریم. این هم خیلی طول میکشه، یعنی ما حداقل تو 10 پارت دیگه میتونیم به این هندی ها برسیم. ولی خوبه، حداقل عظمت مغال امپایر رو داریم. این شرایط رو خیلی خوبتر میکنه. این از جنگ ما. ایول، این رو هم ساختیم. یه سراغ این بودو بودو سریع تر تولیداتمون رو بیاریم بالا. اینجا آپگرید چیزی نداریم. خیر. A few moments later. بیشتر مالیات بیشتری از مردم بگیریم تا دسته ازشون مالیات بگیریم. آفرین. نمیخواد بابا، نیاز نداریم الان مالیات بگیریم ازشون. ولی 234 کی ملت به ما همچنان مالیات نمیدن. شورش های ایالت واشنگتن رو داریم. مردم همچنان در برابر ما دارن مقاومت میکنن. بوروکراسیمون هم مثبت نکردیم که حداقل بتونیم اون قانون رو وضع بکنیم. کلونیا رو در تراژ بالا بیاریم بالاتر، حداقل دو برابر سریعتر برن جلو. بچه ها اینجا رو چیکار کردین؟ نگرفتید؟ گرفتید. هان دو تا ایالت جدید داریم، نوادا و موادا. ماشاءالله ماشاءالله. به نظر من یه جنگ بزنیم با اینا. بذار این جنگمون تموم شه ببینیم چیکار میکنیم. سریعتر اینجا رو بگیرید. خدا پسر، ماشاءالله ماشاءالله. برید جلو، رنده کنان برید جلو. من بعد از اون میام سراغ عثمانی. عثمانی هم وارد جنگ بشیم ببینیم شرایطمون چه اتفاقی میفته. رادیکالیستای زیادی داریم متاسفانه. اونم بیشترش فکر کنم اینا کیان؟ پیسانت. پیسانس چی میشد؟ خیلی آشناس یادم رفته. 4 میلیونش اونان، 3 میلیون نفر کارگران و 2.4 میلیون نفرش بردهان. خب خوبه، برده رو میتونیم از سر را برداریم. اون قانونشو میتونیم وضع بکنیم که نمیتونیم وضع بکنیم. میتونستیم وضع بکنیم و از سر را برشون داریم. بودو دیگه، مثلا آدم برید جلو بابا. یه دونه دیویژن داره، رندشون کنید آروم آروم. حالا واسه ما میرن جلو. سطح دانشمون به عدد 15.1 رسید. همچنان 73 جهانیم. سال 1742 هستیم و همچنان در تراژ بالا داریم تنباکوها رو میسازیم و این باعث میشه یکم سطح رفاه زندگی ما یک کوچولو بیاد بالاتر دیگه. درسته؟ آیا درست عرض میفرمایم؟ تنباکومون 62.6% در واقع گرونه. قیمت تنباکو رو باید یک تک نرخی واحد بکنیم. بودو اینا رو ببین، خدایی نگاه کن چجوری میرن جلو. فدای سرمون. بودو پسر، بودو ماشاءالله پسر، قنده اصل. تولیدات اینجا فعلا هیچی نداریم. میتونیم هاردوود هم بسازیم ولی خب فعلا نیاز نداریم به این کار. این خونه رو هم که در واقع آپگرید شده است، این هم خیلی پول میده ها، سوبسیدش میاد پایین. حالا به هر حال اهمیتی نمیدیم. اینا مثلا چوب و غلات و اینا میگیرن، ولی ایول اینو بزنیم چقدر هزینه میاد بهمون میده. باری کلا. همچنان این قسمت ها رو داریم. پست استیشن رو فعلا فعال نمی کنیم. از اینا رو هم در تراژ بالا ساختیم. آهان الان شد
حسابی باری کلا ایول. تازه داریم ورکشاپ ها رو در واقع میسازیم، یه چند تا ورکشاپ ساختیم، یکم شراب و در واقع مشروبات الکلی بسازیم برای ملت، یکم بعضیشون با ما خوب بشه. 7 و 7 و ما هر چقدر زور زدیم سطح رفاه رو بیاریم بالا، آخرش هم نتونستیم این کارو بکنیم، نمیدونم چرا. خب آقا تسلیم شدی که تو، اینم از این. اقتصادمون در تراژ بالا مثبت شد. یکم اینجا رو من اینا رو کنسل بکنم. واردات چیزی میتونیم بکنیم، لباس کسی به ما میده؟ همچنان کسی ما رو دوست نداره، همه از ما متنفرن، تنهایی گلیم خودم عذاب میکشم. خودمون یه تولید کننده بزرگ و عظمیم. پرستیژ ما چند شد؟ ایول پرستیژ کاغذمون اول دنیایی این باری کلا. این قدرت. آیا کسی از ما واردات میکنه؟ یعنی صادراتی داریم؟ چجوری بتونم چک بکنم؟ مثلا گندم چیزی نشون نمیده، تنباکو فعلا چیزی نشون نمیده. آره دیگه این قسمت رو فعلا بزنیم. یکی از بچه ها گفت اقتصاد تو آزاد بکن، اقتصاد رو هم آزاد بکنی، فری ترید هنوز باز نشده. میدونم خیلی بونوسای خفنی به ما میده، ولی متاسفانه اینا همش اعلام رقیب بودن میکنن. خب بیایم سراغ عثمانی. قرار شد سریع بیایم سراغ عثمانی. بودو پسر من سفتر بشینم با عثمانی، راشا و تمامی او بریتانیا میاد تو جنگ. ولش کن ولش کن ولش کن ولش کن. خیلی اوزاخیته، خیلی اوزاخیته. اینجا چی؟ شاخ آفریقا چی؟ اینا رو اگه بگیریم چی؟ مغول امپایر یا اینا؟ آهان مثلا اینا رو پاپت بکنیم، خیلی هم عالی. نه آره 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 بیر همینجا. بودو بودو این رو همون همه تون بیر اینجا. امیدوارم پشت سر هم کشورهای آفریقایی در واقع بیارن تو جنگ. ای بابا شورش الان چی بود دیگه؟ اشکال نداره شهرش کوچولوه. شما دوتا بیار جون مادرتون اینجا رو رنده کنید، حوصله شورش ندارم. اتریش اعلام رقیب بودن کرد، کشورهای پشت سر هم دارن اعلام رقیب بودن با ما میکنن. آهان زیمبابوه هم وارد جنگ شد، خوبه. بیایم کامل آفریقا رو یه جورایی رنده بکنیم. کدوم جنگمون بود؟ این بود؟ نه اینه. خب من اینو بزنم میک پاپت. زیمبابوه رو هم بزنیم. آهان دوباره میک پاپت. این راه رو هم بزنیم و بعد از اون انکسشون میکنیم. این فکر نکنیم بیخیالشون شدیم. جنرال چیزی داریم؟ نه متاسفانه. بودو 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 نیرو اکتیف کن، باید سریعتر باراکسا رو بسازیم، اینجوری فایده نداره. بودو 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 باراکسا رو باید سریعتر بسازیم، نیروی عادی معمولی داشته باشیم. من خیلی بدم میاد این رو هی اکتیف بکنیم. بودو بودو اینم از این. نیروامون الان میان بنازم. آقا با قدرت حمله بکنیم بریم جلو، بریم شاید چجوری میشه. ماشاءالله ماشاءالله. این از این. نرخ تولد ما 1% بیشتر شد. هولی شیت. سریعتر این قانون بذار من اینو بزنم، ادمینستور رو سریعتر بتونیم بسازیم، مالیات بیشتری از ملت بگیریم. جنگ ما یه کوچولو دیگه شروع خواهد شد، نیروهای ما هم رسیدن. ایول بودو با قدرت بریم جلو، مناطق بیشتری رو در واقع پاپت بکنیم، زمین خاک خودمون بکنیم. ماشاءالله بچه ها سمت شرق عالی دارن میرن جلو. تاکتیکامون چیه؟ 2-5 رو داریم میزنیم، ولی بازم همچنان با شمشیر و تفنگیم. زیاد تاکتیکامون خفن نیست، فدای سرمون اشکال نداره. بودو پسر اینا رو بزن صدای پیتیکوی اسب بدن. ماشاءالله ماشاءالله. کشورهای آفریقایی رو زمینه خاک خودمون بگوییم. اوه اوه اونجا چقدر شورشای کثیفی رو داشتیم. این هم از این. کشورهای آفریقایی همشون سقوط کردن، اینجا رو هم گرفتیم. جنگ ما تموم شد. بنازم بچه ها حتما نظراتتون رو کامنت بکنید، بگید آقا ما به کجا حمله بکنیم. بچه ها گفتن چین رو حمله کن. چین رو واقعا الان من احساس بکنم خیلی ریسکه بهش حمله بکنیم، خیلی نیرو داره. بذارید ما باراکسامون ساخته بشه، در واقع این تنباکوها رو بسازیم، شکرها رو اینا رو بسازیم، تولیداتمون رو انجام بدیم، سلاح بسازیم و در تیراژ بالا بعد از اون حمله بکنیم. خودتون میدونی که من چه اگریسیوی هستم، ولی خب جی دی پی مون هم داره میاد بالا دیگه. 69 میلیون یورو، اون طرف هم اونا 82 میلیون یوروه. چین رو میگیریم، اقتصاد چین رو میگیریم. میگم زیاد کاری نداریم.
خب اینم از این جنگ ما الان اینجا بزن بابا بزن اینم تموم شه باریکلا. 25 که اقتصادمون مثبته ولی خب تو شرط جنگ اقتصادمون منفی میشه فدای سرمون. ولی کاش من میتونستم از اینا بسازم. خب میتونیم بسازیم یه دوتا بودو یه دوتای دیگه من اضافه بکنم گاورمنت رو از این ادمینستروم بسازیم. اینم از این مناطقی که در واقع ما گرفتیم اون زمینه خاک خودمون بکنیم. اینا رو که گرفتیم این رو هم همینطور ایالت اورگان باری کلا. بچه یه سری قوانین داریم، قانون بالاخره این قانون اسلیوری بن رو داریم. بعدم نمیاد خیلی زود این کارو بکنیم. اینجا هم یه قانون دیگه داریم مربوط به سیاست‌های در واقع کثیف فرهنگی مونه. اینم من نمیخوام فعلا بیارم بالا. شورش‌های اینجا رو داریم. به نظر من بچه‌ها تا اینجای کارو داشته باشیم. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. هر نظری دارید حتما کامنت بکنین. رنده در واقع دشمنمون رو زدیم. اینجا رو هم که به راحتی گرفتیم. اقتصادمون مثبته. یکم دیگه تلاش بکنیم و در درجه بالا میتونیم خفن و خفن‌تر بشیم. فقط میگم باراکس بسازیم چش. آقا من به چین حمله می‌کنم، رنده‌شام هم می‌زنم. ولی متأسفانه این عثمانی از چنگمون در رفت دیگه. اینا اتحاد چیزی زدن با انگلیس. به هر حال دمتون گرم، خیلی آقایید، خیلی عشقید که تا اینجای ویدیو بودید. دمتون گرم، دوباره پر قدرت پر انرژی میبینمتون. مرسی که هستید.